میشه گفتش که دیگه فوتبال ما شروع کرد به پرکشیدن. بخش از برنامه زنده شد، خاطرات فوتبالیست قدیمی کشورمون که آقای انصاری فر هم یکی از اون فوتبالیست قدیمی بودن که در این مسابقه حضور داشتن. البته برمیگردیم بعد از این قسمت از برنامه با شما در خصوص اون مسابقات آقای انصاری فر بیشتر صحبت میکنیم، هم از لحاظ صدای گزارشگر برای بیننده ما خیلی جالب بود، هم آقای مظلومی شما دو نسل فوتبال هستید با آقای انصاری فر، خیلی هم هستین. چرا ما با هم بازی میکردیم؟ حالا آقای انصاری فر بعد از شما حالا بازی کرد، چند سالی بازی کرد. خب اجازه بدید سری بزنیم به مهدی ارژنگینیا و آخرین خبرها از تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال کره جنوبی. آقا مهدی بفرمایید. به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، با آخرین اطلاعات و اخبار از بازی ایران و کره جنوبی در خدمت شما هستیم. اولین خبری که برای شما آماده کردیم، میدونیم که ما 5 بار تا حالا تو 1/4 نهایی با کره مساف داشتیم. تو سال 1996 امارات با مربیگری محمد مایلی کهن 6-2 کره رو بردیم. سال 2000 لبنان با مربیگری جلال طالبی 2-1 به این تیم باختیم. سال 2004 چین با مربیگری برانکو 4-3 در اون بازی خاطره انگیز پیروز شدیم. سال 2007 مالزی با مربیگری امیر قرنوی با ضربات پنالتی باختیم به کره. و این دفعه طبق آماری که برای شما آماده کردیم، در سال 2011 که اگه یکی در میون باشه نوبت برد تیم ملی ایرانه که انشالله این نتیجه هم ثبت بشه. در قسمت بعدی یه سری به سایت AFC زدیم که آخرین نقل قول مربیان و بازیکنان دو تیم رو قرار داده. خود سایت با تیتر بازی کلاسیک جام ملت‌های آسیا به پیشبازی این بازی پرداخته و در خود این سایت هم متذکر شده که ما از سال 1996 پی در پی با کره در 1/4 نهایی بازی کردیم. قسمت بعدی سرمربی کره قبل از کنفرانس مطبوعاتی خودش قبل از بازی جملات جالبی گفته که گفته اطلاعات قطبی از کره برای ایران مفید نیست و یه ادعای جالبی دیگه هم داشته که تیم ملی ایران در طول بازی وقت کشی میکنه. در مقابلش هم افشین قطبی جواب سرمربی کره رو با این جملات داده که از نگاه مردم ما قهرمانیم و شک نکنید کره را میبریم. و در جواب سرمربی کره هم در مورد ضد فوتبال بازی کردن ایران گفته ما از کره نمیترسیم و دنیا برای تماشای پرهیجان ترین بازی آسیا آماده باشن و در صورت اینکه بازی هم به پنالتی بکشه گفته خیالم راحت است اگر بازی به پنالتی بکشه. در قسمت بعدی چادری مدافع کره هم برای بازیکنان تیم ملی ایران خط و نشون کشیده با این تیپ که ایران باید از ما بترسد. پاک جیسون گفته از هیچ تیمی نمیترسیم اما بازی دشواری در مقابل ایران داریم. کی سونگ یونگ یکی از بازیکنان تاثیرگذار کره هم گفته یک ثانیه هم نباید از بازیکنان ایران غافل شویم. لی یونگ پیو یکی از بازیکنان دیگه کره هم گفته ایران مانع بزرگی در مقابل ماست، اینا خاطره خوبی از بازی در مقابل ایران ندارن. در قسمت بعدی جواد نکونام سرمربی کاپیتان تیم ملی هم جواب بازیکنان کره رو داده با این تیپ که پاسخ کاپیتان کره جنوبی رو با پیروزی میدهیم و این بازی جدال من و پاک جیسون نیست. میدونید که همه منتظر رویایوی نکونام و پاک جیسون در میانه میدان هستن و گفته طبق آمارم این بار نوبت برد ایران است. تیموریان یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی هم گفته همه به پیروزی بر کره خوشبینن. نصرتی یکی دیگه از مدافع ما هم گفته از کره نمیترسیم اما بازی سختی در مقابل کره داریم. برانکو ایوانکوویچ که سرمربی قدیم تیم ملی ایران بوده و سابقه مربیگری با کره هم داره گفته کره، ژاپن و استرالیا حریف ایران نیستند. و منصور ابراهیم زاده هم یکی از مربیای خوب کشورمون هم گفته دفاع خوب رمز برد مقابل کره است. در قسمت بعدی علی کفاشیان که در دوحه قطر قرار هستش گفته در صورت توافق نرسیدن با گزینه‌های خارجی سرمربی تیم ملی یک ایرانی است و با بن حمام هم در مورد انتخابات AFC صحبت نکردم. میدونی که ما دکتر سعیدلو و کفاشیان در این انتخابات نتونستن رأی بیارن. و آخرین مطلبی که برای شما آماده کردیم سری به سایت فیفا زدیم که فیفا هم از صعود تیم ملی ایران با 9 امتیاز غافل نشده با این تیتر که ایران تنها تیم 9 امتیازی دوحه.
امیدوارم اطلاعات و آماری که برای شما آماده کردم مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. با هم میریم قسمت بعدی برنامه رو تماشا میکنیم. پاک جی سونگ انتقال توپ به خط حمله، حالا یه فرصت خوب، یه تک به تک داره یواش یواش ایجاد میشه، فرصت خوبیه برای تیم کره. ضربه‌ای که میزنن خطرناک هم هست، اگه کمونه نمیکرد شاید همین بازیکن بازم گل میزد. هر دو تا گل از این بازیکن خوردیم. از پاک جی سونگ نگاه کنیم، حرکت رو به جلوی خوب کره‌ای ها، یه پاس به عقب عالی و این ضربه که به دفاع برخورد میکنه و برمیگرده. کی سونگ، کره ها جلو آمدن، باسن دوباره بازی در اختیار اونهاست، یه ضربه سر، روی ضربه کورنر، باسن فرصت هست، عقیلی بر میگردونه، تکرار میشه، مسعود شجاعی به توپ میرسه اما لو میده و به نظر میسی کار داور بازی رو متوقف میکنه. حرکتی ها رو قد بلند کره ها، کی سونگ یوانگ، کی سونگ روی زمین میفته و خطا به نفع اون هاست. ایران 0 کره جنوبی 0. بازی پرگل داشتیم، از کره ها یه بار 5-0 باختیم، یه بار 6-2 بردیم، یه بار 4-3 بردیم و به حال میشه گفت فوتبال ایران و کره بازی کلاسیک و نبرد سنتی فوتبال آسیا است در دو منطقه شرق و غرب آسیا. عقیلی کنترل میکنه یا شما 14 کره ای ها رو، لی جونگ سو رو و از اون بر هم یا شما 16 شون کی سونگ یوانگ خواهد زد. داور بازی رو متوقف کرده و کارت زرد به هر دو بازیکن انگار میده، هم به 14 کره هم به هادی عقیلی، اینجور به نظر رسید. حالا همچنان هم درگیر اونجا ادامه داره، ببینیم کی سونگ چجوری خواهد زد. فرصت خطرناکی هم هست، میزنن اما بچه ها باستن و ضربه سر بر میگردونن، فشار زیادی رو تیم ما تحمل میکنه. فرصت حالا در یک ضد حمله، موقعیت برای گل تیم ایران، بچه ها میتونن به گل برسن، موقعیت از سر بر هم میزنه، توی دروازه مسعود شجاعی میزنه این گلو. روی یک ضد حمله قشنگ و تماشایی بچه حرکت میکنن، قطبی، رشیدی، آجیلو، کریم انصاری فر، منصوریان، حقیقی، همه اونجا هستن و خوشحال از اینکه این گل به زیبایی به ثمر میرسه. اشتباه مدافع سرشناس تیم ملی کره جنوبی و سگرمه های تو هم رفته سرمربی این تیم، نگاه کنید، اشتباه محض از یارو سرشناس کره ها لیونگ پیو. نوری پاس خوبی برای مسعود شجاعی و مسعود هم میدونه این توپا رو چجوری به گل تبدیل بکنه. فوروارد فرصت طلب و تیز چنگ ایران نتیجه رو 1-0 میکنه در سئول. ببینید با یه نوک پا با یه ضربه واقعا حرفه‌ای و حساب شده دروازه رو باز کرد. بعد از دوران رکود نرفتن به جام جهانی حالا دوباره به نظر میرسه که تعصب و همت در تیم ملی داره به حد بالاتری میرسه و امیدوار هستیم که این رشد تیم ملی همچنان ادامه پیدا بکنه. فرصت برای کره ها در منطقه دفاعی، یه موقعیت برای این تیم و باز هم پاک جی سونگ، رحمتی میخواد سه بار پشت سر هم از این بازیکن گل نخوره. ستاره تیم ملی کره جنوبی، نگاه کنید خوب کار میکنه اونجا، این دریبل زیبا، بعد دوباره جلال حسینی رو جا میذاره و ضربش رو در نهایت میزنه. ببینید خوب کار کرد پاک جی سونگ، ولی خب توپ به بیرون رفت. میخوایم برگردیم به سال 1367، نهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا، سالی که محمد حسن انصاری فر و خیلی از بازیکنانش که الان دیگه خیلی کمتر از جون اسم رسمی هست و اصلا سراغی نداریم
صحبت کنیم. موشا محرمی کجاست؟ کریم باوی کجاست؟ فرشاد پیروز کجاست؟ کرمانی مقدم کجاست؟ و اون سال چه سالی بود برای فوتبال ما؟ شما نیمه دوم با قطر بازی کردید. درست میگم آقای انصاری؟ خدمت من اون بازی قطر رو بازی کردم، امارات رو بازی کردم، عربستان و بازی ردبندی با چین که برای سوم چهارم بود. خدمت عرض می‌کنم با بازیکن‌های اون دوره که اغلبشون رو میبینم، من پیوس و من باش در ارتباط هستم، الان مربی تیم گلگوهر سیرجان، مشتاق کرمانی رو میبینم تو بازی چمن مصنوعی شهید دستگل اونجا دیدمش، محرمی رو کم و بیش ازش خبر دارم ندیدمش، و کریم باوی هم چند وقت پیش اومده بود ورزشگاه ما اکباتان که یه برنامه شبکه 3 تدارک دیده بود، متاسفانه من دیر رسیدم، ولی کم و بیش بالاخره با بچه ها خبر داریم. خبر داریم، نه اینکه زیاد داریم. من پرسپولیس رو گفتن که چون شما بهشون نزدیک‌ترن. بالاخره باهاشون در تماس هستیم، ولی اینکه زیاد ارتباط نزدیک داشته باشیم نه، متاسفانه انقدر مشغله کاری زیاده که. ولی اون بازی‌های شما الان نگاه کنید، قطر اون موقع از وضعیت امکاناتش، آقای مظلوم، آقای فنایی، ببین وضعیت امکانات اون موقعشون با الان اصلا قابل قیاس نیست. یعنی اون وضعیت ورزشگاه رو شما نگاه کنید با ورزشگاهی که الان واقعا زدن چمنش، ورزشگاهی که جدیدن بسیار مدرن زدن و خیلی شایسته‌ی میزبانی جام جهانی هم داره. عجلت امکانات به نظرم داره، فقط مشکلی که قطر داره تماشاگرشه. حقیقتا اگه قطریان نباشن تماشاگر به اون صورت شاید استقبال، چون جمعیتی هم نه، حدود 1.5 میلیون جمعیت داره، ولی بازی قطر رو همون موقعش هم دیدین ورزشگاه پر بود. الان بازی با ژاپن دیروزشون ورزشگاهشون واقعا پر بود. مشکلشون فقط تماشاگر یه مقدارم گرم نشه. این در مسابقه احتمال مثلا کم تماشاگر کمتر باشه به خاطر اینکه قطر هم حذف شده. بله. این احتمال هست. نکته خیلی جالبی که ما تو این مسابقات بهش برخوردیم خیلی مهم بود. ما با عربستان بازی داشتیم. نیمه نهایی بود. عربستانی‌ها حدود 20 تا هواپیما تماشاگر از عربستان آورده بودن قطر و کاملا ورزشگاه تحت سلطه اونا بود. مشکل بعدی که برای ما ایجاد شد، آقای مظلوم، اونا وسط نیمه اومدن آقای فنایی نماز جماعت خوندن، یعنی بازی رو که یکی جلو بودن اومدن سریعا زیرانداز انداختن، نماز جماعت برگزار کردن و یک ضربه روحی شدیدی به ما خورد، چون اونا یه حالت انسجام خیلی خوبی پیدا کردن. من خودم شخصا یه ذره از لحاظ روحی تضعیف شدم، چون در حالی که ما باید این کار واقعا انجام میدادیم، تیم ما که به عنوان به هر حال کشوری که اون ملغرای جهان اسلامه، بعد این کارو ما انجام، اونا اومدن با یه ترفند روانی خیلی حساب شده اومدن سریعا نماز جماعت رو برگزار کردن، بلافاصله بعد نماز جماعت بدون اینکه اصلا کنفرانس چیزی با مربی و بازیکن داشته باشه، بلافاصله اومدن زمین و اون بازی رو ما علارغم برتری خیلی زیادی که داشتیم با گل ماجد عبدالله که یه ضربه سری زد که خیلی قشنگ زد در به سرش و یکیش ما رو بردن. اون بازی حقیقتا ما حقمون بود بریم فینال. ماجد عبدالله رو سر مرتفونزاده سر زد و آبزاده اصلا توپو ندید، ضربه سرش خیلی سنگین بود. ماجد عبدالله اون موقع یادتون باشه بازیکن خیلی تراز اولی بود، واقعا تمام بار حمله عربستان رو دوش ماجد عبدالله و گلرشون که محمد دعایه، خیلی گلر بسیار خوب که چندین سال برای عربستان واقعا دروازه‌بانی کرد. آقا انصاری الان دوحه چه حال هوایی داره؟ شما تجربه کردید؟ دوحه حقیقتا تو این فصل سال آب و هواش نه، حال هوای بازیکن‌ها رو میگم، آب و هواش خوبه. از لحاظ روحی هم من به نظرم با توجه به بردی که تیم ایران تو دور مقدمات سه تا برد داشته، من فکر می‌کنم از لحاظ روحی الان از همه تیم‌ها ما سرتریم از لحاظ روحی، چون بالاخره ایرانیای کشورهای خلیج فارس هم الان اومدن اونجا، بازیکن‌ها رو دارن تشویق میکنن، باعث دلگرمی، چون حقیقتا من فکر میکنم امروز تماشاگر ایرانی بیشتر از کره‌ای باشن و استقبال حتی از امارات و کشورهای دیگه هم الان به قطر میان برای بازی ایران. حال و هوا به نفع ایرانه، من هم از جهت روحی میگم، هم از جهت پشتیبانی تماشاگرها، هم وضعیت دور مقدمات که با 9 امتیاز اومدیم، همه چی به نظرم به نفع ایران. بعد آقای مظلومی در این شرایط مسئله فنی خیلی حرف اولو میزنه یا شرایط روی روانی؟ ببینید مسئله اول تو فوتبال اصلا روی روانیه، اینکه که آقای انصاری گفتن بازی عربستان از روحی باختن، شرایط رو دیدن
مسئله روحی که بتونه مربی مسئله رو تو تیمش دیکته کنه. و خوشبختانه مسئله تو تیم ما الان قویه و خیلی خوبه. یه چیزی که واقعا ما باید برنامه تاکتیکی رو گل زدن کره انجام بدیم و مسئله که شما فرمودید روی حتی حمله ما و دفاع حریف، کره در بازی گذشته نشون داده خط دفاعش